بالاخره ایبلتون 12 هم به بازار اومد و این بار با یک سری از قابلیت‌های ویژه و منحصر به فرد اومده تا بتونه نسبت به سایر رقبای خودش کیفیت و تجربه متفاوتتر رو به طرفدارهای این نرم افسار بده. توی این ویدیو میخوام به چند تا از این قابلیت‌های جدید اشاره بکنم و بهتون نشون بدم که چطور میتونی از این نرم افسار به نحو احسن استفاده بکنیم. ولی قبل از هر چیزی مطمئن بشین که کانال من رو سابسکرایب میکنیم و زنگوله کنالش رو فعال می‌کنین و برای بهتر دیده شدن این ویدیو حتما اون رو لایک بکنیم. خب بالاخره چیزی که همه انتظارش رو میکشیم اتفاق افتاد و نرم افزار ایبلتون لایو ورژن 12 اومد همینطور که میبینین ظاهر نرم افزار هم با ورژن قبلیش تا حدی حد تغییر کرده ولی خب اتفاق اساسی که افتاده اه بیشتر اه توی خود نرم افزار هستش که حالا من میخوام توی این ویدیو 12 تا از قابلیت جدیدی که به ایبلتون اضافه شده بهتون نشون بدم اول همه چیزی که حالا خیلی ها شاید بهش توجه هم نکنن اینجا هست که قسمت آپشن پریفرنسز شما تم های جدیدی رو اینجا میبینین که حالا هر کدوم از این تم ها رو که دوست دارین میتونین انتخاب بکنین و یک سریاش جدید هستن این سه تا گزینه آخر جدید هستن که میتونین به عنوان تم خودتون توی نرم افزار ایبلتون انتخابش بکنین خب اتفاق دیگه هم که افتاد این قسمت پایین هستش که شما میتونید تو این تب های مختلف همینطور که با فعال کردن این قسمت علاوه بر آدیو افکت ها میکسر و قسمت ارنجمنت هم ببینین همزمان و حتی میتونین حالا قسمت هایی که میدی نیاز دارین رو به این صورت این پایین برای خودتون قرار بدین همینطور که ارنجمنتتون هم این بالا میتونین به این صورت به راحتی ببینین و میتونین اینو ریسایزش هم بکنین یعنی سایزش هم تغییر بدین یکی از قسمت هایی که خیلی توی ایبلتون 12 تغییر کرده این قسمت براوزر هستش که شما میتونین آدیو افکت ها پلاگین هایی که نصب کردین یا هر سمپلی که دارین سمپل پکی که دارین رو از این قسمت پیدا بکنین و همینطور که میبینین اولین قابلیتش این قسمت فیلترها هست که به شما اجازه این رو میده از بین VST های دو VST های سه یا اینسترومنت ها و آدیو افکت ها و همینطور شرکت هایی که سازنده پلاگین ها هستند هر کدوم رو که میخواین فیلتر بکنین که بتونید سریعتر بهش دسترسی پیدا بکنین خب این خودش خیلی میتونه کمک کنه چون توی ایبلتون 11 هم چیزی رو نداشتیم که ایبلتون 12 اضافه کرده علاوه بر همه اینها قسمت سرچ هیستوری اضافه شده که شما میتونین تاریخچه سرچ هاتون رو پیدا کنین به عنوان مثال اگر مثلا یک پلاگین مثلا اینجا سرچ کردین و مثلا این پلاگین رو از حالا قسمت سرچ استوریتون پاک کردیم میتونین دوباره به اون سرچ قبلیتون که داشتین اینجا برگردیم و نتایجش رو دقیقا اینجا ببینید بریم سراغ یکی از ویژگی های جدید و منحصر به فردی که به ایبلتون دوازده اضافه شد و اونم پیدا کردن سمپل های مشابه هست این یعنی شما توی قسمت براوزر خودتون به عنوان مثال اگر مثلا یک سمپلی رو داشتین اینجا حالا هر سمپلی میخواد باشه و این رو اومدین استفاده کردین همینطور که میبینین یه حالت آه با کلاهی این بغلش میاد و با زدن این شما تمام سمپل های مشابهی که میبینین یعنی نزدیک به اون سمپل هست رو میتونین اینجا ببینین حالا فرقی نمیکنه از چی باشه میتونه حتی درام ها باشه کیک درام اسنر درام یا هر سمپلی که شما اینجا دارین رو براتون مشابهشو میاره و جالبش اینه این خطی هم که بغلش هست میزان تشابه اون سمپل با سمپل منتخب شما رو نشون میده که اینم یکی از ویژگی های خیلی خوبی هست که به ایبلتون 12 اضافه شد یکی از مشکلاتی که توی ایبلتون 11 و ورژن های قبلی بود این بود که شما توی این قسمت انجمنت نمیتونستید توی این آدیو فایلاتون. زوم بکنین که اون هم شرکت ایبلتون اومد به ورژن 12 اضافه کرد و از این قسمت پایین میتونین اون زوم عمودی که روی سمپل ها مثلا تو نرم افزارهای دیگه میتونین انجام بدین اینجا هم این رو داشته باشین بریم سراغ تغییراتی که روی ویرایش نوت های میدی توی ایبلتون 12 اضافه شده همینطور که میبینین با باز کردن این پنجره نوت های میدی شما میتونید سه بخش نوت envelope و ام رو به صورت مستقلا ادیت بکنین که توی قسمت نوت همینطور که مشاهده میکنین شما میتونین از اینجا گام خودتون و اسکیل خودتون رو انتخاب کنین که دقیقا نوت های میدیتون رو توی چه اسکیلی بچینین که این قسمت بالای نرم افزار هم توی قسمت ترانسپورت پنل هم همین کار رو براتون انجام میده و اگر شما اینجا این نوت های میدیتون روی رو رو هر گام یا مقیاسی قرار بدین همینطور که میبینی این بالا هم تغییر میکنه اگر یادتون باشه توی ورژن های قبلی نوت ها رو نمیتونستین به هم دیگه بچسبونین یا بخواین از هم دیگه جدا بکنین و برش بدین توی این ورژن شما با انتخاب کردن هر سری از نوت همینطور که میبینین با کلیک راست کردن روشون میتونین جوین نوت رو بزنین که کنترل جی هم شورت کیش هست به همین صورت که میبینین نوت ها یکی میشه یا میتونین اینها رو از هم جدا کنین یا گزینه چاپ نوتس رو از اینجا بزنید و بر اساس این تایم سیگنیچری که اینجا از قبل انتخاب کردین براتون نوت ها رو تیکه تیکه میکنه و برش میده امکان RPG8 کردن نوت ها هم که توی ورژن قبلی با میدی افکت ها انجام میدادین همینجا دیگه اضافه شده که شما میتونین با کلیک کردن روی این گزینه که حالا RPG8 هستش نوت ها رو به صورت اتوماتیک RPG8 بکنین و اینجا ریتش هم میتونین مشخص بکنین همینطور که میبینین براتون به صورت خودکار میاد این کار رو انجام میده که خیلی قابلیت جالبی هست و همینطور میتونین این حالت طول نوت ها که حالا بهش در اصطلاح گیت اینجا گفته میتونین اینجا این رو مشخص بکنین و همینطور فاصله نوت ها از همدیگه که در حقیقت اینتروال اونها هست رو میتونین از اینجا انتخاب بکنین و قابلیت های دیگه هم اینجا مثل کانکت براتون وجود داره و همینطور میتونین از قسمت کوانتایز بدون اینکه حالا اون عملیات کوانتایزینگ رو اگه یادتون باشه توی ورژن های قبلی کوانتایز سیتینگ رو انتخاب میکردیم که براتون یه پنل می آورد الان دیگه این پنل اینجا هستش که شما میتونین حتی اماونتش هم یعنی میزان چسبندگی که این نوت ها به این جداول اصلیه در حقیقت پیانو رول دارن رو از اینجا مشخص کنین که برای درام ها این خیلی خوبه که اگر نمیخواین خیلی کامپیوتری بشه میتونین اینجا اون مقدار چسبندگی اینها رو هم مشخص کنین و سایر قسمت های دیگه هم دقیقا توی ورژن های قبلی یکسان هست خب علاوه بر اینها قابلیت استرام هم اینجا شما دارین که میتونین حالا نوت هاتون رو به حالت استرام در بیارین و از این قسمت هم شما میتونین حالت ریتمیک بدین به نوت های میدیتون که به این صورت پترن های مختلف رو شما میتونین امتحان بکنین و همینطور که میبینین خیلی تغییرات زیادی میتونین بدین و همینطور حالت دیگه هم هستش که میتونین بر اساس حالا شکل خاصی که بهش خودتون میدین میتونین نوتهای میدیتون رو بچینین و خیلی قابلیت های خفنی اضافه شده که حالا توی این قسمت میتونین همه رو امتحان بکنین و مدل مختلفش هم ببینین همینطور توی ورژن‌های قبلی شما حالا این اد اینتروال رو نداشتین که حالا میتونین اینجا اینتروال هم یعنی فواصل مختلف هم میتونین به نوت میدیتون اضافه کنیم فقط کافیه که از اینجا اون فاصله اینتروال رو مشخص کنیم ولی قبلش حتما اسکیلتون رو درست مشخص کنیم یعنی هر اسکیلی که داره موزیکتون رو میسازین از اینجا مشخص بکنیم و بعد اینتروالش رو بیاین اینجا بهش بگین همینطور که میدید خود نرم افزار به صورت خودکار تشخیص میده که دقیقا اینها رو باید کجا قرار بده خب از اینا که بگذریم بریم سراغ افکت های صوتی و اینسترومنت هایی که توی ایبلتون دوازده اومد. یکی از این افکت های صوتی که به نظر من خیلی هم افکت کاربردی و خفنی است افکت رور هستش که ایبلتون دوازده این رو به عنوان افکت دیستورشن معرفی کرده و شما میتونین این رو حالا روی هر چیزی که بندازین در حقیقت میتونه برای شما به شکل مختلف دیستورشن رو شبیه سازی بکنه و همینطور که می‌بینیم، مثلا روی لاین کیکمون اگر لاین کیکمون رو من پلی بکنم همینطور که میبینید شما میتونید از حالت مختلف سریال پرالل و مالتی بند همینطور که میبینین میتونید حالت های مختلفش رو انتخاب کنید به عنوان مثال میتونین دیستورشن رو به صورت پرالل یا همون تکنیک موازی که 50 درصد سیگنال خیس رو با 50 درصد سیگنال خوش ترکیب میکنین بیاین استفاده کنین و اینجا شما میتونید اون درصدش هم تغییر بدین یعنی حتما نباید 50 50 باشه و به این صورت هم میتونید با درایو کردنش همینطور که میبینین شدتش رو بیشتر بکنید البته این پلاگین خیلی ای تر از این حرفه یعنی شما اگر این دکمه رو بزنیم می‌بینید که خیلی بیشتر از این حرفو شما میتونید تغییرات ایجاد کنید میتونید های مختلف وارد کنید میتونید از انولوپ های مختلف اینجا توی این قسمت استفاده کنید و همینطور حالا حالت هایی مثل مالتی بندش میاد و سه باند مجزای لومیت های رو برای شما مشخص میکنه و حتی حالت میدوساید هم شما میتونین بیاین و اون افکتی که میخواین رو بندازین روی درام ها یا هر اینسترومنتی که پلاگین رو رو روش استفاده میکنین یه اینسترومنت جدید هم به ایبلتون دوازده اضافه شده که به اسم ملت هست و یک سینتی سایزر ویف تیبل به حساب میاد که همینطور که میبینی خیلی قابلیت های ویژه و خفنی داره و شما میتونین حتی از پریست هاش هم استفاده کنین پریست های خوبی داره و حالا اگر بلدیم با سینتیسایزر ویف تیبل کار کنیم که بهتر اصلا برین سراغ صداسازی سازی و اصلا سمت پریست نرین ولی خب این یکی از حرفه ای ترین سینتیسایزر های ایبلتون هستش که تا به الان من دیدم و خیلی قابلیت های خفن و ویژه ای داره که حالا شاید برای این هم یه ویدیو مستقل بسازیم فعلا که توی این ویدیو نمیگونجه ما بخوایم راجع به قابلیت های صدا سازی با این سینتیسایزر در صحبت بکنیم و قابلیت های این رو بهتون نشون بدم یه سری شورت کی هم جدیدن اضافه کردن به ایبلتون که کارو خیلی راحت تر میکنه و یکی از این شورت کی ها که خیلی من دوست داشتم وجود داشته باشه سولو کردن هستش که دقیقا با نگه داشتن کلید اس روی کیبوردتون به عنوان مثال میتونین حالا هر سازی رو یا هر لاینی از میکسرتون رو به این صورت سولو کنین و اگر ول بکنی همینطور که از حالت سولو در میاد همینطور از کلید B که برای ادیت اتوماسیون ما استفاده میکردیم اگر یادتون باشه اگر این هم نگرش دارین شما میتونید به این صورت بیاین و تغییراتتون بدین و بعد از ول کردنش هم همینطور که میبینین به حالت اولیه خودش برمیگرده خب این هم دوازده تا از قابلیت های جدیدی که به ایبلتون اضافه شد لطفا توی قسمت کامنت ها برای من قابلیت های دیگه که شاید خودتون دیده باشین توی ورژن جدید و من نگفتم توی این ویدیو رو بنویسین و در ضمن حتما این کانال رو سابسکرایب بکنین و زنگوله کانال رو شو فعال بکنین و برای بهتر دیده شدن این ویدیو حتما اون هم لایک بکنین در آخرم براتون دو تا ویدیو میذارم که به این ویدیو مرتبط هستن و ازتون میخوام که حتما این ویدیوها رو هم برید رو ببینید